چهارمین راه رو میفرماید بر پایه نمازه، نفرموده قرائت نماز. در قرآن مجید شما یک بار هم ندارید که چیه نماز رو قرائت کنید. قرائت بله اقیم ولی الصلاه در میفرماید اقامه کنید. اقیم الصلاه، اقام الصلاه، اقام الصلاه. این نشون میده که حضرت اشاره میکنن به این مسئله، و اقام الصلاه فانها المله. خیلی زیباست بر پاداشتن نماز که حقیقت دینه، چه چون فرقی نماز هست آجای پایه رفت اصلی و ستون خیمه اون. آجای چون رفتنی چه فرق جونتون سلامت چه فرقی هست بین اقامه نماز و خوندن نماز؟ اقامه به معنای برپایی با خوندن همون تفاوتیه که قبلا هم اشاره بهش کردیم. شما میاد نماز رو میخونید، بله هم میخونید، رکوع میرید، سجده میرید، اما آیا نمازی که خضوع نداشته باشه، خشوع نداشته باشه، رو به قبله نباشه، نماز هست، با لباس نجس هست، نماز داره میخونه، عبارت نماز رو داره به کار میبره، اما مفهوم نماز درش نیست. نیست. درست؟ پس این که میگیم اقامه نماز بکنید، یعنی یه کاری بکنید که در جامعه مردم روح نماز درشون به وجود بیاد. چرا؟ برای اینکه ان الصلاه تنها عن فحشاء و الفحشاء المنکر. و المنکر. یعنی اگر ما یه جامعه نماز گذاره به معنای واقعی داشته باشیم، اون جامعه دیگه درش آلودگی دیده نمیشه. یعنی حاجی عطایی فهمید که بند بند عمل بکنید. بدن انسان باید در نماز متوجه اون حرکتی که داره انجام میشه باشه، و این یعنی وقتی اطاعت میگه از اهدنا فرامین الصراط خود. المستقیم یعنی چه؟ یعنی من از نماز یاد میگیرم که باید راه هم رو انتخاب کنم. درست. درسته؟ وقتی به ترتیب داره کارها رو انجام میده، یعنی نظم رو من باید در زندگیم پیدا بکنم. یعنی خود نماز هم میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. درسته؟ یعنی من تو نماز دارم آموزش زندگی دینی میبینم. درست؟ بله. پس ذکر کلمات یه بحثه، روحی که در نماز باید حاکمیت پیدا کنه یه بحث دیگری است. این که میفرماید خیمه اصلی واقعی ایمان نمازه، که ما از صلات و عمود و دین رو برای همین میگیم. بله. برای اینه که واقعا مردم نماز رو به عنوان یک فعل ساده نگاه بهش نکنه.